بچه سلام، حالتون چطوره؟ میخواستم امروز یه نکته بگم درباره طبق دومو گذاشتن برای بچه ها. امروز بودم یه جای خیلی خاص، زنبور خیلی قوی داره، پر از شد، پر از تخم. میخواستم برای طبق دومو گذاشتن میخواستم به بچه ها یه نکته بگم. نگاه کنیم، مثلا این زنبور پره. برای بچه هایی که میخوان طبق دومو بذارن یه نکته ای هست. نگاه کنین، الان 1 2 3 4 5 6 7 8 قاب داره، 8 قاب داره. نگاه کنین پر، حالا زیرش هم پره. این ورش آقا پیام اگه نشون بدی بافتن کامل دیگه جا نداره. بچه ها باید تو این فصل سریع بهش طبق بدیم که جاشو باز کنیم که ملکه تخریزی کنه. نگاه کنین پر از عسله جناب دکتر. نگاه کنین، خودم تعجب میکنم این زنبوری که اصلا شربت نخورده و همش داره شرد طبیعی میاره. شما چون بالا سر زنبور نیستی، نگاه کنین چقدر قاب سنگین، همش شرده. ماشاءالله. این بعد از اون که ایزیلاتور رو برداشتیم این اتفاق افتاده همه. من اصلا ماشاءالله همش شرده، همش. من خودم باور نکرده بودم. اول اومدم یه چک کردم، در کندو رو باز کردم یه نگاه کردم، ولی قابا رو نگاه نکردم. ماشاءالله. بچه‌ها میخوام الان بهش طبق دیگه بدیم. شما وقتی میبینید همچین شهدی داره وارد کندو میشه، باید حتما طبق بدین که بازم شهد بزنه، جا کم نیاره. این یه کوچولو اون وسط تخم ریخته و الان احتیاج داره شدیداً به طبق. ما سریع بهش موم میدیم که سریع ببافه. اینو بهتون میگم چیکار کنین برای طبق بعدی. یه سبکیه. مثلا این قابایی که الان میبینین و یه دونه بهشون اضافه نکردن، یهو یه طبق گذاشته موم روش. منم میخوام یهو از دوباره یه طبق دیگه موم بذارم روش، ببینیم چه اتفاقی میفته. اول پایین قاب موم میدم، یکی در میون، یه دونه این قابو میچسبونم، یکی در میون بهش قاب میدم، یه دونه از اونها که تخم داره رو میارم بالا. حالا باید نگاه کنم کدوم تخم داره. این تخم داره، اینو میارم بالا. یه چند تا قاب درست حسابی بهش برگ موم میدم برای طبق سوم، میذارم بالا. یه دونه دیگه نگاه میکنم. این زنبور احتیاج داره، اینا چقدر شهد داره. خدای من، زنبور خود من انقدر شهد نیورده که اینو آوردن. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. زنبور احتیاج داره به قاب دادن و سریع پر کنه. خدا رو شکر. اینو میذاریم اینجا. یه قاب دیگه با برگمون میدم بهش. این 10 قاب قابای خوشگلی داره. اینو میارم روش. یه وقت رو میکرم اینم بذاریم، اینم میذارم روش. اینجا زنبور سه طبق. اینا شروع میکنم به بافتن، چون که خودش نیستش همش سر زنبور، یه چند تا قاب اضافه میذاره، خودش شروع میکنه به بافتن. احتیاجی هم نیستش دیگه بهش کاری خاصی بکنیم، چون اونایی که خودش نیستش سر زنبور هر روز بیاد چک کنه، من چون همیشه هستم یه دونه قاب میدم. این همینجوری یه 7-8 تا میذاره روش، سری میبافن، سری تو شد میذارن. الانم شد بهارنارنج داره میاد، چند روز دیگه شد نمدار شروع میشه و خیلی عالیه. اینم از شیرخوریش، احتیاج به هیچی هم نداره. تمام، انشالله که شما استفاده کنین. بچه یه قاب تخم میاریم بالا فقط برای طبق سوم، یه قاب تخم میاری بالا، گوشه میچسبونین. هیچ وقت برگ مومو نچسبونین، چون فکر میکنن دیواره، برای همون نمیبافن. یه قابو فقط میاریم بالا، شروع میکنم به کار کردن. خیلی مخلصیم.